دوستای خوبم سلام، به کلاس درس خوش اومدید. توی جلسه قبل با تعریف توابع فرد و توابع زوج آشنا شدیم. توی این جلسه میخوایم با تعبیر هندسی این دو دسته تابع آشنا بشیم. من تخت سیاهمون رو به دو قسمت تقسیم کردم. یه قسمت، قسمت سمت چپ برای توابع زوج و یه قسمت، هم قسمت سمت راست برای توابع فرد. خب، حالا میایم مروری میکنیم. تعریف یک تابع زوج چی بود؟ تعریف تابع زوج این بود که میگفتیم تابع، ببخشید من اینو یه لحظه فکر میکنم، میگفتیم که تابع F زوج است اگر دو تا شرط داشته باشه. یک، دامنش متقارن باشه، یعنی x و منفی x هر دو عضو دامنه f باشن. و شرط دوم اینه که خروجی تابع f به ازای ورودی x برابر با خروجی تابع یک تابع f به ازای ورودی منفی x. یه جمله کوچیک من بگم اینجا بچه، یعنی خروجی تابع F به ازای خروجی های تابع F به ازای ورودی های قرینه برابره. چرا؟ منفی X و X قرینن و خروجی تابع F به ازای این دو مقدار برابره. خب، حالا تابع G میگفتیم تابع فرده اگر دو تا شرط داشته باشه. یک، دوباره دامنش متقارن باشه، یعنی X و منفی X عضو دامنه G باشن. و دوم، g منفی x برابر باشه با منفی g x، یعنی خروجی های تابع به ازای ورودی های قرینه قرین است. چرا؟ چون این g x قرینه منفی قرینه g x میشه منفی g x دیگه، و قرینه g x که منفی g x بوده، درسته، به ازای منفی x تولید شده. یعنی خروجی g منفی x که برابر منفی g x برابر قرینه خروجی تابع به ازای ورودی x. پس من یه جمله اینجا می نویسم: در توابع فرد خروجی ورودی های قرینه قرینه هست و در توابع زوج خروجی ورودی های قرینه برابر هست. این دو تا جمله یادتون هم نبود، مهم نیست. مهم اینه که این دو تا رابطه یادتون باشه. حالا تعبیر هندسی تابع زوج و تابع فرد چیه؟ تعبیر هندسی تو، برای اینکه با تعبیر هندسی تابع زوج آشنا بشیم، اول من یه پرانتز کوچیک باز میکنم و اون اینه که از مبحث قرینه یابی احتمالاً یادمونه که اگر من این محور مختصات رو داشته باشم، قرینه نقطه‌ای مثل x1 و y1، نقطه‌ای با این مختصات، میشه منفی x1 و y1، نقطه با این مختصات. یعنی اگر فرض کنیم که این دوتا نقطه متعلق به یه تابعی مثل f بودند، من f رو اینجا میکشم، f اینجوری بوده که ما وقتی که x1 بهش دادیم y1 داده، و وقتی که منفی x1 هم بهش دادیم y1 داده. یعنی f x1 برابر بوده با f منفی x1 برابر بوده با y. پس این دوتا نقطه میتونن متعلق به یک تابع زوج باشن. و در حالت کلی، چون برای تمام x های قرینه این خاصیت وجود داره که خروجیشون یکسانه اگر تابع زوج باشه، کل یک تابع زوج نسبت به محور y ها قرینه است. من این ادعامم با یک مثال نشون میدم. شما فرض کنید که تابع f x برابر x2 رو داریم. دوباره من محور مختصات رو میکشم.
و تلاش میکنم ببخشید بچه این چی بود من یه لحظه باز کردم و تلاش میکنم که نمودار فکر رو بکشم. شما مختارید به توانایی های نقاشی من بخندید. خب یه لحظه دقت کنید، صرف نظر از اشکالات نقاشی من، به صورت کلی نمودار اف نمودار تابع اف ایکس برابر ایکس دو نسبت به محور ایگرگ ها متقارنه. چرا؟ چون اگر مثلا من نقطه یک رو به عنوان ورودی به این تابع بدم، اف یک برابر با یک به توان دو همون یک میشه. و اگر یعنی نقطه یک و یک، و اگر نقطه منفی یک رو به تابع به عنوان ورودی بدم، منفی یک به توان دو هم باز یک میشه. یعنی نقطه منفی یک و یک هم باز به تابع. و به طور کلی برای کلیه نقاط متقارن، برای کلیه ایکس ها و منفی ایکس ها، این رابطه برقراره که خروجیشون یکسان. پس میگیم که تعبیر هندسی یک تابع زوج تابعیه که نمودارش نسبت به محور ایگرک ها قریب است. اما تعبیر هندسی تابع فرد چیه؟ برای اینکه ببینیم تعبیر هندسی تابع فرد چیه، من دوباره محور مختصات رو میکشم. این خط کج شد بچه ها، من این خط دیگه اینجا میکشم و میگم که یادمون از مبحث قرینه یابی، اگر یادمونم نبود میتونیم برام ویدیوهای قرینه یابی رو نگاه کنیم تا یادمون بیاد که قرینه نقطه x y نقطه با مختصات x و y x 1 و y 1 برای که مشخص دارش نسبت به مبدا مختصات نقطه ایه که مختصاتش منفی x 1 و منفی y 1. حالا فرض کنید این دوتا نقطه x1 و y1 به یه تابع اعضای، یعنی دوتا نقطه متعلق به نمودار تابع g هستن. تابع g رو در نظر بگیرید. اینجوری بوده که وقتی که ما x1 رو بهش دادیم خروجی y1 داده و وقتی که منفی x1 رو دادیم خروجی منفی y1 رو داده. به عبارتی f منفی x1 برابر بوده با منفی y1 که برابر بوده با منفی fx1. پس درنچه این تابع g یه تابع فرد بوده با شرط اینکه دامنش متقارن بوده باشه. حالا ببینیم که کلن تعبیر هندسیه با این چیزی که اینجا دیدیم، کلن تعبیر هندسی یک تابع فرد چی میتونه باشه. برای اینکه این تعبیر هندسی رو ببینیم چی میتونه باشه، یه مثال با یه مثال شروع کنیم. تابع اف ایکس، من دوست دارم اینو با سبز بنویسم بچه ها. تابع اف ایکس برابر ایکس، ایکس رو در نظر بگیرید. ما میخواییم مختص نمودار این تابع رو بکشیم. یکی از چالش های بزرگ من در این ویدیو اینه که الان بتونم این نمودار رو بکشم. خیلی هم مطمئن نیستم موفق بشم. حالا بچه ها نمودار تابع اف ایکس برابر ایکس چیه؟ امیدوارم من موفق بشم. ای بد نشد، خودم راضیم، امیدوارم شما هم راضی باشید. اگر دقت بکنید میبینید کل این نمودار نسبت به مبدأ مختصات قرین است. چرا؟ چون ما گفتیم که اف x منفی x1 برابر با منفی x1 و دیدیم که برای نقاط قرینه نسبت به محور نسبت به مبدأ مختصات همین رابطه برقرار بود. پس میگیم تعبیر هندسی تابع فرد اینه که نمودار تابع نسبت به مبدأ مختصات قرین است. من این دو تا تعبیر هندسی ها رو با رنگ قرمز می نویسم که شما یادتون بمونه. تو با زرد فکر کنم بهتر باشه. پس نمودار تابع فرد نسبت به
مبدأ مختصات قرینه است. و نمودار تابع زوج نسبت به محور ایگرگ ها قرینه است. درسته؟ خیلی خوب بچه ها، اینم از تعبیر هندسی توابع زوج و توابع فرد. مرسی که تو این جلسه با من بودی. توی جلسه بعد مثالی از توابع زوج و توابع فرد حل میکنیم. ممنون. توی جلسه بعد میبینمتون. خداحافظ.